16 آذر ماه 1397 خورشیدی و 7 دسامبر 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به تعاونی مالی بدرتوس و دو تعاونی مسکن کارکنان مجلس. پرده آخرم که آخر برنامه، اما قبل از تقدیمی عرض کنم که هفته پیش بعد از برنامه‌ای که درباره اسد بیگیا داشتیم، چند نفر ایمیل زدن و پیام گذاشتن که حالا برای نمونه یکی از این پیام‌ها رو خدمتتون پخش می‌کنیم، درباره خانم سمیرا اسد بیگی از مدیران صندوق فرهنگیان و خانم غزال اسد بیگی از مدیران بانک سرمایه. در رابطه با یه برنامه آخری که داشتی در رابطه خانواده اسد بیگی، من می‌خواستم یه نکته بگم که مادر زن من فامیلش اسد بیگیه. این دو تا خانم هم در واقع برادرزادای مادر زن من است و کاملا او بحثی که در رابطه با سمیرا و غزاله کردین درسته، اونا دو تا اونجا کار میکنن. حالا با اسنادی هم که شما دادین دیگه اونا خودشون باید جواب بدن، ولی خواهش میکنم اینو تفکیک بکنین، چون زن من و مادر زن من هیچ رابطه سببی، نسبی یا خویشاوندی با آقای جانگیری ندارن. حالا رابطه نسبی منظور ایشون بود. به هر حال این هفته ما میخواستیم برگردیم به بانک سرمایه با اسناد جزئیات زد و بندهای باند حاکم بر این بانک، اما دو موضوعی مسئله بانک سرمایه رو یه هفته انداخ عقب. دو موضوعی که روه دارم خدمتتون میگم. یکی موضوع صندوق های مالی و تعاونی های اعتباری مربوط به چند میلیون آدم مال باخته که واقعا در دو ماه گذشته خواستیم بهش بپردازیم و هر هفته یک موضوع داغ مانع شده، به ویژه در این چند هفته گذشته تظاهرات و اعتراضات کارگران خوزستان به ویژه یکی از موضوعهای داغی بود که ما خب هر موضوع دیگه ای داشتیم همه رو گذاشتیم کنار و رفتیم سراغ همین موضوع داغ. باری موضوع دیگه هم تعاونی‌های مسکن کارکنان مجلسه که چند روز پیش دکتر اکبر اعلمی وکیل سهامدارای این مجموعه ها رو کشید به مجلس و خب اینم به هر حال موضوع مهمی است و با توجه به اتفاقی که در مجلس افتاد ما باید به این موضوع بپردازیم تو همین امشب، این هفته و به هر حال هفته آینده اگه اتفاق عجیب غریبی نیفته برمیگردیم به بانک سرمایه. فقط یک سند رو ببینین، نمونه ای از کارهایی که مافیای حاکم بر بانک سرمایه، این بانک به اصطلاح خصوصی که بیشترین سهامش مال صندوق ذخیره فرهنگیانه، یعنی مال دولته. ببینین این سند رو محض نمونه. نامه است از آقای محسن ملکی، مدیر منابع انسانی بانک سرمایه، به جناب آقای علیرضا پویانشاد، مدیر عامل بانک سرمایه. نوشته است: با اهدای سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو مذاکرات تلفنی با حضرت عالی. ببینید این نامه تاریخ 21/6/1396. حالا متاسفانه گرافیکی که داریم نشون میدیم سربرگ نامه نیست، حالا نامه دست من هست و هفته آینده هم نشون خواهیم داد. باز با احتای سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار میرساند پیرو مذاکرات تلفنی با حضرت عالی برای پرداخت مبلغ 4,800,000,000 ریال. نامه را نشون میدیم، خیلی ممنون میشم، میخونم دوباره: برای پرداخت مبلغ 4,800,000,000 ریال بابت هزینه مأموریت به شهرستان‌ها جهت بازدید شعب و حضور در جلسات شرکت‌های تابعه دستور فرمایید. آقای ملکی داره به مدیر عامل میگه، به پویانشاد: دستور فرمایید از حساب مالی به شماره 011-44721-1 دستور فرمایید از حساب مالی به شماره فلان کسر و به حساب این جانب واریز شود. شایان ذکر است از پرداخت مطالبات حقوقی به مبلغ 930,000,000 ریال کمال تشکر را دارم. من یه بار دیگه سریع این نامه رو میخونم. نامه محسن ملکی، مدیر منابع انسانی بانک سرمایه،
به جناب آقای علیرضا پویانشاد مدیر عامل بانک سرمایه با اهدای سلام و عرض ادب احتراماً به استفسار می‌رساند پیرو مذاکرات تلفنی با حضرت عالی برای پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون ریال بابت هزینه مأموریت به شهرستان‌ها جهت بازدید شعب و حضور در جلسات شرکت‌های تابعه دستور فرمایید از حساب مالی به شماره فلان کسر و به حساب این جانب واریز شود اون 4 میلیارد و 800 میلیون ریال شایان ذکر است از پرداخت مطالبات حقوقی به مبلغ 930 میلیون ریال کمال تشکر را دارم جمع بزنین ببینین چقدر میشه فقط یک قلم از دست به دست شدن جمعه آینده همه اسناد منتشر میکنیم مگر اینکه این هفته خود بانک سرمایه و دولت فخیمه شفاف سازی کنن به مردم بگن باند پویانشاد و ملکی و اسدبیگی و درویش و هادی و غیره چه دارن میکنن با پول مردم بدبخت و فرهنگیان در بانک سرمایه و اما تقدیمی این هفته به عبدالکریم نباتی مدیر کل تأمین اجتماعی استان فارس و علی کشاورز معاونت بیمه‌ای این سازمان با 33 سال سابقه کارسی 7 میلیون و 300 تومن 7 میلیون و 700 تومن ماه گذشته بیمه به خاطر سختی زیان‌آور شعبه سه شیراز از من گرفته با 5 تا بچه الان اومدم برم بازنشسته بشم میگه که ما 1 میلیون و 400 تومن با همه سنوات واقعا تکلیف من چیه من چی کار باید بکنم من نمیدونم باید به کی بگم هر جا میرم کسی اصلا به حرفم توجه نمیکنه همین موضوع بیمه رو رفتم اداره بیمه پیش آقای نباتی و معاون خودشون آقای کشاورز و معاون مالیشون آقای اونم فامیلش کشاورز باز بعد از این مدت حالا به من میگن که 1480 من نمیدونم چی کار کنم نمیدونم تکلیفم چیه واقعا تو رو قرآن پخش کنید خواهش میکنم ازتون خواهش میکنم اینا هرچی پول دارن میدن سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و فلان ولی ما اینجا داریم میزنیم تو سر خودم من الان بچم فوق لیسانس شیمی بیکاره اون یکی دیگه لیسانس مکانیک بیکاره دو تا دیگه‌ش هم داره تحصیل میکنه واقعا تکلیف من با این بچه‌ها توی جامعه که میخوام یه نون سالم بدم به بچه‌هام بخوره میخوام در مقابل بچه‌هام تعهد داشته باشم در جامعه نذارم به کار خلاف کشیده بشن چیه واقعا ممنونم سپاسگزارم نظام جمهوری اسلامی که قرار بود گاز و برق و مجانی کنه و به همه مسکن مجانی بده و از این خیالاتی که فقط فریب مردم بود که نکرد و نمیتونست بکنه اقتصاد بانکیشو بر ربا پایه‌گذاری کرده ربا یعنی سود پول در اسلام به طور کلی اقتصاد ربوی حرام است و اینکه یکی پول داشته باشه و با قرض دادن به این اون و پس گرفتن با بهره اون پول در واقع از سود پولش زندگیشو بچرخونه اون پول حرومه و آقا پول داره حروم خوره و طبق قانون همین نظام رباخار باید مجازات بشه ببین ماده 595 قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود یه جنسی رو بدی یا یه پولی رو بدی و اضافه بگیری وقتی میخوای پس بگیری قرض بدی ربا محسوب و جرم شناخته میشه مرتکبین اعم از ربا دهنده ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضرب شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میشوند در هر موردی که شخص علاوه بر پولی که به دیگری قرض می‌دهد مبلغی را به عنوان سود اضافی دریافت کند ربا محسوب می‌شود همچنین ربا در قانون و شرع اکیداً حرام تلقی شده و از گناهان کبیر محسوب می‌شود و از آن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است چرا که رباخواری باعث لطمه و ضربه‌های سنگین به اقتصاد جامعه می‌شود و غیره و غیره به موجب ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی تو پرانتز انسان می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی تو پرانتز شرکت ها و ادارات و غیره را به دلیل رباخواری مورد تعقیب قرار داد
فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد. یعنی شما که سود وامی رو که گرفتین برمیگردونین به بانک، یعنی وامتون رو برمیگردونین با سودش برمیگردونین به بانک، بانک مجرم نیست. این دیگه تفسیر قانون دیگه که کردن. بانک مجرم نیست. شما برای اینه که میگم سیستمش رو بر پایه ربا، سیستم بانک شما بر پایه ربا میذاره. میگه تویی که وام میگیری و سود پول تو اجبارا داری میدی به بانک، تو مجرمی، ولی بانک مجرم نیست. و تو باید 74 ضربه شلاق بخوری، یه سال هم بری زندان. چند میلیون آدم تو ایران بنابراین قانون مجرمن و باید مجازات بشن. تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد که هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. پس یه استثنا اینه که میشه شما شلاق نخوری زندان نری. استثناش اینه که نزول خور مسلمون باشه و شما کافر باشی. در این صورت حقشه ازتون نزول پولشو بگیره. اگه تو کافری حقشه که من مسلمون حقته که به 10 تومن بدم، 15 تومن ازت بگیرم، اون 5 تومن نزولمه، باید بدی. من مسلمونم تو کافری. گردن اسلام و آقایون کلفتر باید بشه. این تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی. خب این یه استثناء. دو تا استثناء دیگه هم هست تو ماده 595 قانون مجازات اسلامی. یکیش اینه که شما کاملا اختیاری و با رضایت کامل نزول میدین. میگه در این صورته که این کار درسته، یعنی اینکه اون بانک یا اون مؤسسه مالی رباخور نیست. یعنی چی؟ یعنی 10 میلیون تومان وام میگیرین مثلا 15 ماهه با سود 30%، علاوه بر 10 میلیون تومان 3 میلیون و 300 هم نزول میذارین روش میدین به بانک، هر نزول خوره دیگه این 3 میلیون و 300 هزار تومان رو با رضایت کامل میدین. در این صورت مجازاتی در کار نیست. اون نزول خور و شما مجازات نباید باشین. آخه کدوم آدمیه که از استیصال آدم میره نزول میگیره دیگه، از استیصال بره از نزول خور قرض بگیره بعد با رضایت کامل دولاپهناش پس بده؟ چی بگه آدم؟ اینا قوانینشون هم مثل خودشون مسخره است واقعا. فقط واسه درست کردن کلا شرعی رو بانکداری مرسوم دنیای پول بنیاد. دروغ چرا میگین بابا؟ همه چی اینجوریه. کلا شرعی چرا میذارین؟ چرا همش حق بازی؟ 28 اردیبهشت 97 سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس میگوید 25% نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیر مجاز است. چرا باید مؤسسه مالی غیر مجاز در کشور وجود داشته باشد؟ در حالی که قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس هفتم به تصویب رسید که بر این اساس بانک مرکزی موظف است بر تمام مؤسسات پولی نظارت کند. همه داستان همینه. نقدینگی ببینیم چقدره. اول از همه آمار مال مرداد امساله، مرداد 97. نقدینگی در اقتصاد ما سالیان حدود 26-27% رشد پیدا می‌کند. بر همین اساس در حال حاضر معادل 1650 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. در حال حاضر نقدینگی از طریق نظام بانکی پمپاژ می‌شود. بانک‌ها بدون اینکه خلق ثروتی داشته باشند نقدینگی را اضافه می‌کنند. ببینید کاری نداریم به اینکه خود این بیشتر شدن حجم نقدینگی مدام قیمت‌ها رو بالا می‌بره، پولو بی‌ارزش‌تر می‌کنه، کم ارزش‌تر می‌کنه. مردمی که این پول تو دستشونه قدرت خریدشون هر روز کمتر میشه و بدبخت‌تر میشن. غیر از این یک چهارم کل نقدینگی کشور، یعنی بیش از 400 هزار میلیارد تومان تو دست و بال مؤسسه‌های مالی و اعتباریه. بیش از 400 هزار میلیارد تومان از کجا آوردن؟ از سپرده‌های مردم. بر چه اساسی؟ بر اساس تبلیغ نزول‌خوری، ربا، سود سپرده و سود پول. بر این نظام مقدس اسلامی.
وضع خراب زندگی مردم و هزینه درآمد نابرابر باعث میشه خب برن زمین و خونه و ماشین و هر چی رو میتونن بفروشن، بذارن تو مؤسسه مالی و بانک سودشو بخورن، چون در این نظام مقدس اسلامی ایران هیچی بیش از خود پول سود نمیده. خونه تو، ماشین تو، هر چی رو گرو بذاری سود پولت بیشتره. چه کرده اسلام عزیز تو این مملکت؟ ولی تقریبا همه این مؤسسه ها سپرده ها رو برداشتن در رفتن، حالا با اعلام ورشکستگی یا هر چیز دیگه. حاصل به خاک سیاه نشستن بیش از 10 میلیون نفر تو این مملکت فقط از قبل مؤسسه های مالی و اعتباری. یکی از این مؤسسه ها که قبلا به طور مشخص بهش نپرداختیم بدر توسه. طبق معمول بیشتر این دوزخونه ها از مشهد مقدس شروع شد، زیر هوای علم الخدا، نماینده رهبر معظم در استان خراسان رضوی. و داستان اینجوری بود که یه مختصر بگم براتون که سال 93 در راستای سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و برنامه‌های نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رابطه با ساماندهی تعاونی‌های اعتبار صندوق‌های قرض‌الحسنه با همکاری سهامداران و مدیران تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امید جلین گلستان، عام کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند، از زهرا، بدر توس، اینا همه تجمیع و ادامه فعالیت با کسب مجوز از بانک مرکزی و تکیه بر ظرفیت‌های انسانی و مالی و مدیریتی تعاونی‌های گروه مورد توجه و پیگیری قرار گرفت. همه اینا یعنی خودشون باید بیان کارو راه بندازن، بانک مرکزی هم مجوز میده. خب و ظرف مدت روز اول عرضه سهام بالغ بر 7300 نفر به خرید سهام عرضه شده اقدام کردند. 15 شهریور 93 بانک مرکزی نامه میزنه به ناجا که مؤسسه آرمان که اون 8 تا رفتن توش از جمله بدر توس 472 شعبه دارد. بعد بنا به درخواست برخی مشتریان و سهامداران، مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان در تاریخ 24/9/94، یه سال بعد، با اکثریت قاطع آرا رأی به تغییر نام مؤسسه صادر و نام مؤسسه به مؤسسه اعتباری کاسپیان تغییر پیدا کرد. ببینید 8 مؤسسه رو کردن تو دل اونا رو منحل اعلام کردن همه رو تو دل یکیش کردن آرمان، هرچند اینا مثل ساب تایتل این مؤسسه ها وجود دارن داخل آرمان، مدیراشون هم هستن، کارشون هم میکنن، از سپرده گذاره از همون تر، همون سپرده گذاره ها شدن سپرده گذاره تو آرمان. یه سال میگذره دوباره اسم عوض میکنن کاسپیان، یه سری دیگر هم میارن تو دل کاسپیان. یعنی یه جورایی این تبدیل میکنن به در واقع تراست، انحصار بزرگ مالی مثلا میخوان درست بکنن. خب همشون منتها یک. یه نکته مهم دیگه هم هست که قبلا تو برنامه گفتم، دلیل تغییر نام این مؤسسه و ثبت مؤسسه جدید و از جمله این است که برای ثبت هر مؤسسه مالی جدید بیش از 300 میلیون تومان جیرینگی میره تو بانک مرکزی. همین که میخواد ثبت بکنه باید بیش از 300 میلیون تومان، 350 میلیون تومان میذارن تو بانک مرکزی. دست نخود با بانک مرکزی باش کار میکنه. یعنی این یک کسب و کاری است که شریف و حلال که بانک مرکزی داره میکنه. بیش از 8000 مؤسسه مالی وقتی تو مملکت هست چیکار میکنن؟ حساب کنین دیگه. برای هر کدومشون اینا هی تقاضای ثبت دادن به بانک مرکزی. مدیرای این مؤسسه هم از این مؤسسه منحل شده میرن تو مؤسسه بعدی. نمونه ها زکریا محتمل که الان تو کاسپیانه، علی رضا پایین محله، فرید ضیاءالملکی که الان هر ستاشون از مدیرای کاسپیانه. یه قلم بگم، بر پایه صورت‌های مالی عملکرد مؤسسه اعتباری کاسپیان که روی سایت کدال قرار گرفته، زکریا محتمل عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه در مدت زمان فعالیت 3 ماه و 27 روز منتهی به 29 اسفند ماه سال گذشته بالغ بر 4 میلیارد ریال، علیرضا پایین محله در مقام نایب رئیس بالغ بر 2 میلیون و 368 میلیون ریال و فرید ضیاءالملکی رئیس هیئت مدیره 1 میلیارد و خورده حقوق و مزایا دریافت کردند. خب 27 اسفند 94 مؤسسه اعتباری اینا حقوق مزایا از کجا برای چی؟ حالا ادامه رو بخونم. 27 اسفند 94 مؤسسه اعتباری بدون ربای کاسپیان اعلام وجود میکنه.
همه نامه های رئیس کل بانک مرکزی نگاه کنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مؤسسه اعتباری کاسپیان، با استناد از درگاه پروردگار قادر فلان فلان فلان، با اشاره به گواهی نوبت صادره فلان فلان فلان، کمک به ایجاد فضای فلان، و همه هم بالای این نامه ها زده اقتصاد بدون ربا، بانکداری بدون ربا. هفت اردیبهشت 95 کاسپیان رسماً اعلام میکنه که سایت های 8 مؤسسه اعتباری از جمله بدرتوس بسته بشه و همه از سایت رسمی کاسپیان استفاده کنن. تیر ماه 95 نرخ سود سپرده ها، ببینین این سند نشون میده که تیر 95 نرخ سود سپرده ها در 8 مؤسسه تلفیق شده در کاسپیان از جمله بدرتوس مشخص میشه، اعلام میشه. بانک مرکزی هم از طریق شرکت آگاهنگر بر همه کارهای آرمان منطقه 3 یعنی بدرتوس نظارت مدام داشته و گزارشاش موجوده. بانک مرکزی میگه بدرتوس تحت نظارت بانک مرکزی نبوده، مطلقا دروغ میگه. و این فقط نیست، تو همین سیستم رباخاری رسمی و خونه خراب کنشون زیر احکام شرع خودشون هم میزنن اینا. یک نمونه باز بگم، نامه ایست که دادستان ابهر میزنه به کاسپیان تهران و رونوش میکنه به بدرتوس مشهد، چون یه شعبهش تو ابهره دیگه بدرتوس. میگه آقا طبق توافق دو طرف این معامله انجام شده، هیچ مرجع حکومتی نمیتونه این توافق رو به هم بزنه مگر بر اساس شروط ضمن عقد بین دو طرف، چون این شرط و شروطی هم به این دو طرف با هم امضا نکردن. یعنی اینکه هر کی پولش گذاشته بر اساس سودی که توافق کرده و امضا کرده پولش گذاشته اونجا، نه کارتون شرعیه آقایون متشرعان و علمای دین مبین اسلام و نه کارتون قانونیه. آخه کدوم برتون رو بگیریم؟ نه به قانون خودتون متعهدی نه به شرعتون. سپرده گذاره بدرتوس یه نامه می نویسن که حالا شده کاسپیان، یه نامه می نویسن به قوه قضاییه رسما شکایت میکنن از سیف، رئیس کل قبلی بانک مرکزی که الان مشاور پولی و بانکی روحانی است، و از فرشاد ایدری معاون نظارتی بانک مرکزی که کم دروغ نگفته به سپرده گذارا و در برنامه های گذشته همه رو گفتیم دیگه. نامه می نویسن شکایت میکنن مشخصا از افراد حقیقی، ولی اصلا پرونده ای تشکیل نمیشه. مگه نه اینکه آقای قوه قضاییه شاکی خصوصی دارن این دو نفر، اسامیشون مشخصه، شکایت کننده ها آدم های حقیقی هن، دوتایی که علیهشون شکایت شده حقیقی هن. چی شد دستگاه عدلی؟ چی شد وقتی شما میایین میگین که شاکی خصوصی دارد برای همین نگرش داشتیم مثلا فلان روزنامه‌نگار بیچاره رو؟ چرا اصلا پرونده برای اینا تشکیل نمیدیم؟ بذاریم بشنویم یکی از سپرده‌گذارهای بدرتوس صحبت میکنه. سال 92 توی مؤسسه من سپرده‌گذاری کردم و طی یک ملکی که ما داشتیم به حساب فروختیم و بعد پولش رو توی مؤسسه گذاشتیم برای سپرده. ببینین این ملک موروثی بوده، قطع قطع میکنن و میفروشن. 500 میلیون تومان میرسه به ایشون که داره صحبت میکنه، 500 میلیون تومانو میذاره تو حساب تعاونی بدرتوس. بقیه که بخشی از این ارث بهشون رسیده اونا هم گویا همین کارو میکنن. درست عرض میکنم دیگه؟ اقوام اونم همونجور مثل ما هم، اونا هم همونجور پولاشون معلقه. 3 میلیارد تومن با اقواممون گذاشتیم توی اون مؤسسه. 3 میلیارد. خب اسفند 92 پولو میذارین با سود 24%. خب چه مدتی سود پولتون رو گرفتین؟ تا کی بهتون سود دادن؟ یک سال به ما سود دادن. یعنی تا سال از برج 12-92 شروع شد به ما سود دادن تا برج 12-1-93 تقریبا، بعد دیگه قطعش کردن و گفتن این مشکل پیدا شده و اینا مشکل پیدا کردن و دیگه قطع شد، دیگه به ما سود ندادن. و بعدم که دیگه سپرده هامونو تقریبا مقدارشو که چیز کردیم به حساب
سپرده ها رو سودایی که قبلا هم داده بودن از حساب سپرده اون کم کردن. بعد هم که دیگه با سپرده ها شد به حساب کاسپیان شد که باز کاسپیان هم دوباره به حساب دیگه از سال 94 به بعد دیگه هیچ گونه سودی ما ندارم، هیچ سودی نه توی دفترچه‌مون نوشته شد و دادن و نه این که چه دیدم، فقط همون سپردمون. خب الان داره 3 سال میشه کلن پولتون رو نرفتین پس بگیرین که این مدت نخوابونن پول رو باش کار نکنن. چرا ما خیلی رفتیم دنبال پولمون ولی هر جا میریم هیچ فایده نداره. دادگستری رفتیم، دادستانی رفتیم. من توی دادگستری رفتم شکایت کردم بابت این 500 میلیون. من 14 میلیون تومان پول از من گرفتن، 14 میلیون تومان دادگستری از من گرفت. این 14 میلیون تومانی که دادگستری از من گرفت بعد یه رأی توی دادگاه برای من صادر شد که آقا کاتبیان موظف پول شما رو بده. بعد دیگه ندادن تا اینکه عید سال همین عید سال گذشته 96 برج 12 96 چون دو تا حساب داشتم دو تا 100 میلیون من پرداخت شد. من 300 میلیون تومان دیدم تقریبا تو سپرده الان دارم اونجا و هر جا هم که رفتم هنوز به من جواب ندادن. تازه شما هوشمندی به خرج دادین دو تا حساب گذاشت، تو دو تا حساب گذاشتین که تونستین دو تا 100 میلیون پس بگیرین، ولی در مجموع 3 ساله که 300 میلیون تومان شما دست آقایونه. با وجود مشکلات مالی من زیاده، دو تا دختر دانشجو دارم، خودم هم شرایط یه جوریه که هیچ شغلی کاری ندارم و همین پولم کلن گذاشته بودم برای امرار معاش خانواده بچه هم. سپرده ای که اون دویستومنی که به من دادن گذاشتم تو بانک مرکزی الان امرار معاش میکنه و از چیزی که پدرم به من کمک میکنه. بانک مرکزی 15% سود میده، یعنی به 300 میلیون سپرده ما 2 میلیون و حدود 350,000 تومان. خب همسرتون هم حتما خانه دارن ولی با دو تا بچه دانشگاهی کمک خرج خونه رو از پدرتون میگیرین؟ خودم هم معلولم، معلول جسمی حرکتی هم، یعنی نمیتونم کار کنم، از نظر کاری نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. یک دستم و یک پام فلجه، معلولم. من دست راستم پای چپم فلجه، من اصلا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. جناب آقای فرستی من کاری نمیتونم انجام بدم، به خاطر همین امرار معاش من از طریق همین پول بوده تو این مؤسسه. من این پول گذاشتم تو این مؤسسه که امرار معاش خانواده باشه و بچه ها. بعد قبل از اینکه تو بدر تو سپرده بذارین، قبل از سال 92، قبلش از کجا امرار معاش میکردین؟ قبل از سال 92 من مغازه داشتم و تو مغازه کار میکردم. توی مغازه که من کار میکردم بعد این مغازه من جوری شد که من مغازم کلن از سیستم سنتی اومد به دیجیتالی که من نتونستم کار کنم دیگه. سیستم دیجیتالی رو یاد نداشتم. سیستم سنتی که دیجیتالی شد من مجبور شدم کارم رو رها کنم، شغلم رو رها کنم. مغازه عکاسی داشتم، عکاسی سنتی. ببین این واقعا قصه یک زندگی دردناک ها در ایران. تعاونی بدر طوس یکی از 8 تعاونی منحل شده توسط بانک مرکزی است که بعد از تشکیل مؤسسه کاسپیان اینن بخونم براتون: مدیریت بدهی و شناسایی دارایی‌ها و رسیدگی به امور سپرده‌گذاران آن به این مؤسسه واگذار شد، یعنی به کاسپیان. به گزارش روزنامه خراسان این تعاونی و وضعیت آن شاید یکی از پیچیده‌ترین تعاونی‌های منحل شده باشد، یعنی بدر طوس، که به اذعان قاضی حیدری در مصاحبه 22 اردیبهشت 95 انواع جعل سند و خرید و فروش املاک و ثبت نشدن ارقام کلان در پرونده آن به چشم می‌خورد. این تعاونی در سال 1378 در قالب تعاونی لوازم خانگی شروع به کار کرد و 34 شعبه در خراسان و 1 شعبه در ابهر تشکیل داد. 13 اسفند 96 بانک مرکزی اعلام کرد با بدر طوسی تعیین تکلیف شد. تمام.
چجوری؟ فرشاد ایدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد سپرده‌گذاران تعاونی منحله بدر طوس و تعاونی ولیعصر رباط‌کری می توانند سپرده خود را دریافت و یا نزد بانک کشاورزی و مؤسسه اعتباری کاسپیان سپرده‌گذاری کنند. همشو میشه؟ ایدری افزود در این مرحله سپرده سپرده‌گذاران تا 1 میلیارد ریال پرداخت خواهد شد، همون 100 میلیون تومان. مرحله بعد نداریم، گفتن تعیین تکلیف شد دیگه، برای اینه که 300 میلیون این سپرده‌گذار محترم 3 ساله که معلوم نیست از کجا که از کی باید بگیره کجاست. مدیر عامل تعاونی بدر طوس یا آقاییست، آقای بوده، آقایی به اسم علی باقری، علی باقری ثانی، اون الان کجاست؟ فک و فامیلش هم نمیدونم، باش سهام دارن تو، یعنی با هم دیگه خانوادگی این بدر طوس رو انداختن، این کلا رو برداشتن. آقای باقری رئیس مؤسسه بوده و الان ایشون رئیس مؤسسه هستن و ایشون قبلا به حساب توی سپاه پاسداران بودن. آقای باقری من از خانوادگیشون نمیدونم، ولی من ته یک به حساب برگه‌ای که دیدم که مال برگه سامداران بدر طوس هست، من توی این برگه خیلی دیدم که از باقری نام برده شده، مثلا آقای باقری دیگه پسرشون حالا نمیدونم و اقوامشون تو این لیست که از سامداران این مؤسسه هستن، من تو این لیستی که دیدم خیلی هستن، حالا نمیدونم اینا از اقوامشونن از خودشونن نمیدونم دقیقاً. بله این لیست رو ما هم داریم، حالا بال نشون میدیم از اقوامشونن از پسرشون اینا. شما چقدر و چجوری دنبال کردین تا حالا مخصوصا این اواخر که پولتون رو پس بگیرین تو این 3 سال؟ میگن تمام اسناد و مدارک بعد توش رو دادن به کاسپیان. حالا من نمیدونم، من درست حسابی به ما آخه چیزی نمیگن که یه دفعه کاسپیان ما زنگ میزنیم به کاسپیان، کاسپیان میگه که بعد توش هنوز سندهای ملکاش رو ما نداده. باز مثلا ما میدیم دادگستری و استانداری میگن نه، طی یک وکالتنامه بدر طوس تمام ملکاش و املاکش رو به کاسپیان داده. الان ما این وسط نمیدونیم دقیقا که آیا حرف مثلا رئیس مؤسسه درسته، حرف کاسپیان درسته، نمیدونم. بدر طوس مگه هنوز دفتر و دستک داره؟ مگه باقری و بقیه هنوز رئیسن اونجا؟ الان هر چه مؤسسه ای که بعد توش داشته که کاسپیان بهش مجوز داده و تابلو کاسپیان بالاش زده است، الان باز کارمنداشون تو نشستن حقوق میگیرن. بله فقط اسمش عوض شده، فقط اسمش عوض شده، شده کاسپیان. و رئیسش هم چند تا مؤسسه بودیم، بعد توش بودیم، پیوند بودیم، از زهرا بودیم، اینا الان همه شده کاسپیان. سردر تمام این مؤسسه ها الان تابلو کاسپیان زده. خب ببینین اینجوری تابلو عوض میشه، چند سال مردم میدونن، مصاحبه پشت مصاحبه تابلو عوض میکنن، بخشنامه پخش میکنن تا چه کار کنن؟ تا پول مردم این بار با تابلوی کاسپیان بخورن. هیچی غیر از تابلو عوض نمیشه. گفتم اون لیست و سهامداری بدر طوس رو ببینین، ببینین چند تا باقری ثانی هست، ببینین دیگه، سید جواد، سید مهدی، سید معصومه، سید حسین، سید باقر، سید جعفر، سید علی، سید محمد، سید ریحانه و علی باقری ثانی هم که رئیسشه که اول همه. سید علی باقری ثانی از یکی از روستاهای تربت حیدری است به اسم خیرآباد. پسرش تو ترقبه باغ ویلا داره، زندگی لاکچری. سپرده‌گذاری یه بار میرن دم خونش بهش میگن این اموال مردمه، میگه بابام زحمت کشیده این اموالو جمع کرده. علی باقری ثانی که پشتش به سپاه گرمه، سپاهی بوده دیگه،
سال 94 که بانک مرکزی میخواد 8 تا مؤسسه رو تو همه ادغام کنه مخالفت میکنه، گردن کلوفتی سپاه و اینا مخالفت میکنه، چون فکر میکرده دستش در میره، دستش در نرفته، فکر میکرده دستش در نمیره، در میره، نمیخواد همه اسناد رو بده به بانک مرکزی. دولت روحانی تو اون دعوای مالی اول، دولت اول روحانی 92-93 پیروز شد و باقری ثانی رو گرفت، انداخت زندان تا قبول کنه بدرتوس منحل بشه، چون باید همه کارشون هم قانونی پیش میرفت دیگه. ده دی 94 معاون سیاسی فرماندار مشهد در جمع سپردگزاران معترض بدرتوس گفت قرار بر این بود که سه تعاونی اعتباری بدرتوس از زهرا و پیوند وحدت با تعدادی دیگر از تعاونی های اعتبار ادغام شوند و در قالب آرمان ایرانیان که به کاسپیان تقریر نام یافته ادغام شوند، که به دلیل عدم همکاری مدیر عامل بدرتوس چند روز قبل، مدیر عامل بدرتوس یعنی اون باقری ثانی، بازداشت. فوری تو زندان باقری قبول میکنه که همه اسناد رو بده به بانک مرکزی، از زندان در میاد، بهش هم میگن بابا میری سر کارت، میره دوباره تو دفترش میشینه، این دفعه به اسم کاسپیان. یکی از مسخره ترین استدلالی که مقامات برای مردم میارن اینه که ما هنوز نتونستیم همه املاک رو شناسایی کنیم. مثلا این که رفته منحل شده تو اون املاکی داشته، ما هنوز نتونستیم بعد از 3 سال شناسایی، بعد از 5 سال شناسایی بکنیم املاکو و بعد بفروشیم املاکو، بعد بیایم به شما سپردهاتون رو پس بدیم، پولایی که گذاشتین رو. کار به جای رسیده که خود سپردگزارا رفتن این کارو واسه بانک مرکزی انجام دادن. مسعود حمیدی میگوید املاک رو خودمون شناسایی از سپردگزارا، املاک رو خودمون شناسایی کردیم، آدرس همه رو داریم، فقط بیاین قیمت کارشناسی برای اونها تعیین کنن و اونها رو بفروشن، پول ما رو بدن. ندیمی سپردگزار دیگر میگوید وقتی مدیرای تعاونی بدرتوس را با آن همه تخلف دستگیر کردند، کسی تصور نمیکرد کسانی که تخلف به این سنگینی انجام دادند آزاد شوند. ما حتی شاهد آنیم که با محافظ جابجا میشود. این را خانم رضوی دیگر سپردگزار این تعاونی تایید میکند و میگوید از زمانی که این فرد آزاد شده تماسهای زیادی با ما سپردگزاران و شاکیان گرفته میشود و پیشنهاد میدهند که سپرده و طلب خودمان را 40% کمتر از ارزش واقعی به آنها بفروشیم. ببینید گردن کلوفتی رو و مردم بدبخت و میلیون ها مردم بدبخت میرن پولشون میذارن تو این بانک ها مؤسسه های مالی، یه عده معدود هم پشت پرده منتظرن مردم پولشون رو بدن اونا بخاپن، بعدم حد اکثر اسمشون به اسم بدهکارهای بانکی مطرح میشه و تموم، اصلا اهمیتی نداره، اتفاقی نمیفته. دولت هم میاد یه مقدار پولایی رو که قاب زده شده از خزانه میده به بانک ها، از خزانه یعنی پولایی که باید خرج مردم بشه، از یارانه گرفته تا خدمات و غیره، بیمارستانا و اینا. دولت میاد این پولو که باید خرج بشه به مؤسسات مالی و بانک ها میده. روحانی هم با افتخار همین هفته پیش اعلام کرد 30,000 میلیارد تومان دادیم به بانک ها و مؤسسات مالی تا کمبودشون رو جبران کنیم. کمبودشون چجوری به وجود اومده که شما دارین برای بار دوم حساباشون رو پر میکنین؟ اینا که پولای مردم حساباشون رو پر کرده بود. بذارین یه نمونه بدم این بحث رو ببندیم، یه نمونه بدم از این که بدهکارای بانکی، ببینین کیان، تسهیلات خانوادگی به اصطلاح از یه بانک، بانک صنعت و معدن و بانک سرمایه، ببینین کجا میره. مثلا صنعت و معدن ماشاءالله درش رو باز کرده، گفته ببرید آقای سپر پردیس آوند شرکت سپریس آن ببرید، نمیدونم فلان شرکت ببرید دیگه خدمت که حالدن بانک ملی خدا خیرش بده در بانک رو باز کرده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 مورد برای آقای باقری، بهرام باقری، رضا باقری، گلافرین معدوی، فلان شرکت فلان، خسرو باقری. ما جمع اینها رو جمع زنیم 275 میلیارد تومان مالیه کنم. خانواده باقری یا هر اسم دیگه. ببینیم مافیا چجوری آدماشو جابجا میکنه. وحشتناکه، گوش کنید. یه پرونده خوندم قصبان که همین شهر بویرخشیرا یاسود چون چند سال پیش یه خانواده ای هرچی بدهی بانکی داشتن پول تو حسابشون بود از صندوق مقدس بیت المال میرش تو حسابی آقا چکاشو پاس میکرد. در همین شهر حکم محکومیتش صادر شد، الان دارم حکمشون. همین آقا را برداشتن بردن تهران، گوشتن رئیس قصبان تهران.
سه شنبه ششم آذر ماه دکتر اکبر اعلمی به عنوان وکیل شاکیان پرونده اتهامی جعل و کلاهبرداری تعاونی‌های غیرقانونی مجلس رفت تو مجلس، نوشته درشتی رو چسبون به دیوار و خب شلوغ شد دورش و رفت با هیئت رئیس مجلس صحبت کرد، یعنی اونا اومدن سراغش که یکی از دزدای اصلی پروژه کوثر تو همین مجلس چهارمین دوره است که نماینده است و جانشین دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری است، آقای محسن کوهکن. حالا بهش میرسیم. تو نوشته ای که اعلمی چسبون به دیوار صحن مجلس نوشته جناب محسن کوهکن، با اینکه پروژه مسکونی کوثر مجلس از سال 86 آغاز و اکنون در سال 97 هستیم، چرا با وجود پیگیری‌های مستمر صدها شریک و هیئت مدیره مجتمع و ریاست مجلس از تصفیه حساب با شرکا و پرداخت حق و حقوق کامل آنها خودداری کرده و مجتمع را تحویل نمی‌دهید؟ جناب دکتر لاریجانی و هیئت نظارت، با وجود گذشت 4 سال از زمان تسلیم شکایات مختلف، چرا به پرونده پروژه مسکونی کوثر و سوهانک مجلس و شکایات مال باختگان رسیدگی نمی‌شود؟ وکیل پرونده. البته دلیل داره که رسیدگی نمیشه هر کدومش. آقای علی لاریجانی هم پاش گیره. 2 تا تعاونی مسکن مجلس، یکی کوثر و یکی نور یا سوهانک، هر دو وسیله کلاهبرداری میلیاردی چند تا نماینده مجلس در همدستی با علی لاریجانی رئیس مجلس و خانواده خامنه ای. سر هر دو تعاونی مسکن به 2 تا نهاد حکومتی میرسه، کوثر به بنیاد مستضعفان و نور سوهانک به اوقاف و شخص خامنه ای. درباره پروژه کوثر داستان این است که سال 85 تو مجلس هفتم یه طرح ساختمانی قرار میشه راه بیفته برای 360 مسکن نماینده و کارکنان مجلس. 358 نفر عضوش میشن که اول حدود 70 تا چون نماینده مجلس بودن، بقیه کارمندای بخش‌های مختلف همه بخش‌ها. امروز خیلی فرق کرده این نسبت، البته چون خیلی شد سهم‌ها رو فروختن، امتیازها رو فروختن بیرون. حالا روند ماجرا رو میگم تا برسیم به سهم‌ها. کوهکن، برزگر، ندیمی، 2 تا اصولگرا و یه اصلاح طلب تو همون مجلس هفتم میشن نماینده از طرف 358 عضو پروژه، برن یه زمینی بخرن و این ساختمون توش بنا بشه، 1 ساله تحویل بدن. نفری 22 میلیون تومان پیش پرداخت واحدهای 78 متری این پروژه، نفری 42 میلیون تومان هم پیش پرداخت واحدهای 156 متری پروژه میگیرن. چند تا واحد باید میساختن؟ 358 تا 358 عضو بودن. چند تا ساختن؟ 440 تا. با کدوم پول؟ با پول همین 358 نفر که بازم البته ازشون گرفتن. این پول فقط همون پیش پرداخت قبلی نبود، پولایی هم این وسط تولید کردن واسه خودشون. فقط 15 میلیون تومان ماهانه هر کدوم این ستا میذارن جیبشون به حساب مدیریت پروژه. حالا اون 82 تا واحد بقیه رو چیکار کردن؟ فروختن پولشو، خودشون برداشتن بدون اطلاع و اجازه سهامدارا. بله، بدون اطلاع و اجازه سهامدارا. خونه ها هم همه رو هنوز کامل تحویل ندادن بعد از 11-12 سال. تو مجمع عمومی اخیری که سهامدارا داشتن، آقایان نماینده های ملت، اساری ملت، ببینید با هم چجوری برخورد میکنن سر همین مسکنه، اون تعاونی مسکن. ببینید شما یه موشک زدید اینم با جوابشون دیگه. شما گفتم وارد مسائل ریز نشید، شدید اینم جواب دادن. این حرکات رادیکالی به قیافت نمیخوره. طرف چیزه، رئیس هیئت مدیره که انتخاب شده چون مهمم و
لباس پیغمبر رو پوشیده. آقای نمیدونم کدومشون بود، کوهکن بود یا اون ابوذر بود، ندیمی داد میزنه بهش، میگه که قیافت نمیخوره که خلاصه بخوای اینجوری روداری بکنی. کلاهی که سر سهام داره رفته اینقدر گشاده که این داد و بیداد تازه یه خورده واکنش نمایندگان ملت به هم دیگه است. 85 86 تا 94 89 سال بود که سهامداره نمیدونستن ماجرا چیه در پروژه‌ای که باید یک ساله تحویل داده میشد. سال 94 تازه سند خرید زمین پروژه کوسر رو میبینن. ببینین دیگه، یه آدمی که به عنوان دبیر و پیشکار این سه نفر ندیمی و برزگر و کوهکن کار میکنه، خلیل شیسیانه. خلیل شیسیان تو مجلس هفتم کارپرداز مجلس بود، از نزدیکای احمد جنتی است. اون آقای جنتی الان هم این شیسیان تو دبیرخانه مجلس خبرگان داره کار میکنه. تو بازپرسی که با فشار اکبر اعلمی وکیل دادگستری ازش شد، از جمله حرفایی که زد این بود که علارغم اینکه اون سه نفر زمین کوثر رو به قیمت متر مربع 108 هزار تومان نوشته شده خریدن، دروغ است. در حقیقت متر مربعی 45 هزار تومان خریدن، یعنی بیش از دو برابر گرونتر پول خرید زمین و حتی با سهامدارا حساب کردن، بقیه رو ریختن جیبشون. سندا چه جوری و کجا جعل میشه؟ تو منطقه دو شهرداری تهران و توی دفتر ثبت اسناد تو محله ده تهران و تو بانک ملی شعبه مجلس. رئیس بانک ملی شعبه مجلس درودیان و معاونش صادقی، سید حسین ابراهیمی رئیس وقت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه دو تهران که همین الان یه شرکت ساختمانی داره تو سعادت آباد سر و غربی نبش خیابون مروارید شماره 31، و وفات الله صوفیان یه دلال زمین. وفات الله صوفیان ملکو میخره به اسم خودش، همون روز 14 میلیارد گرونتر میفروشه مثلا به این سه نفر، کوهکن، ندیمی، برزگر. سندم به اسم اینا میخوره، ما به تفاوتش هم ستایی میخورم. این سند واضح‌تر میکنه قضیه رو، هم زمین پروژه کوثر، هم تعاونی شهرداری منطقه دو تهران به عنوان فروشنده زمین، هر دو تو میدون سرو منطقه دو تهرانن. خریدارم تو مجلسه، میدون بهارستان. ولی اینا کارهای غیر قانونی مثل جعل اسناد و هیچ کدوم به این اینجاها کار نمیکنن. توی معاملات ملکی تو منطقه ده تهران میکنن، چون طرف باهاشون کار میکرد. بنگاه معاملات ملکی تو خیابون کمیل منطقه ده تهران، اونجا مبایعه نامه های سوری رو تهیه میکنن، وانمود میکنن که شهرداری منطقه دو زمین رو به وفات الله صوفیان فروخته، دلاله، و وفات الله هم اونو به برزگر ندیمی کوهکن فروخته. اینا همه در یک روز و یک ساعت انجام میشه تا 14 میلیارد سود این خرید و فروش سوری و جعلی بره جیب این سه نماینده ملت بدبخت. کمیسیونشون هم برسه به وفات الله صوفیان دلال و خلیل شیسیان که دمدست احمد جنتی است، شاغل در مجلس خبرگان، و ابراهیمی شهرداری منطقه دو. تو حساب‌های بانکیشون هم سعی کردن چیزی نشون ندن. کارشناس‌های رسمی دادگستری میرن سراغ رسیدهای پرداخت‌ها و دریافتی‌های بانکی پروژه کوثر، میبینن هیچی نیست که بخوان بررسی کنن. از سه نماینده محترم مجلس درخواست میکنن، بهشون نمیدن. آخرش برج 6-94 میان تو گزارششون مینویسن، ببینین، که از چند تا حساب بانکی اینا هست: حساب بانک ملی شعبه مجلس، حساب‌های بانک اقتصاد نوین و یک مؤسسه اعتباری خبری نداریم، فقط اینا که دیدین هست، مخصوصا از اعتبار نوین. بعد غیر از اینا یه حساب دیگه هست که نشون میده اینا چقدر سود پول سپرده‌گذارا رو بالا کشیدن. پول 360 نفر، 358 نفر پروژه کوثر برداشتن گذاشتن تو مؤسسه امیدآوران آینده و سود این سپرده ها رو به اسم خودشون برمی‌دارن. دریافتی‌ها از اعضاست ولی پروژه به اسم این ستاست و حساب‌های بانکی هم به اسم این ستا و همه پولا تو حساب این ستا که هر کاری باش خواستن بکنن. و سند کل پروژه هم هنوز به اسم این ستا
آقای علی لاریجانی جواب اینو که نمیده. به پروژه سوهانک که هم دست علی لاریجانی تو کاره، هم دست مجتبی خامنه ای، هم دست میثم خامنه ای و چند نفر دیگه در کاره و 900 نفر اونجا امتیازها رو مردم عادی خریدن از نماینده های مجلس یا کارکنان مجلس به اصطلاح فکر کردن ارزون گیرشون میاد خریدن و اینا، ولی بیت امام خامنه ای درش دخیله و چجوری اون زمینه مخفی تبدیل شد به پروژه سوهانک و 10% بیشترش هم پیش نرفته. اینو هفته آینده امیدوارم بتونیم در کنار اسناد بانک سرمایه خدمتتون عرض کنیم و نشون بدیم. خب بس دیگه، من خیلی حرف زدم، بریم پرده آخر. موسی میگه دیدم تمام ذرات دورم، سنگریزه ها، اشجار و احجار، درختان، خاک، همه ذکر میگن. دقت کردم دیدم این درختان یا الله نمیگن، لا اله الا الله نمیگن، سبحان الله نمیگن، الحمدلله نمیگن. موسی میگه دقت کردم کلیم الله میگه شنیدم، ذرات دور من میگن یا علیو یا علیو یا علی و یا علی و یا علی. خدایا اینا چی میگن؟ ندا رسید موسی، این علی کسیست که اگر نبود تو رو خلق نمی کردم. فتمسک به ذکره شریف شدائد، تو مشکلا به ذکر شریف علی دست بزن، به ذکر شریف علی متمسک شو. لذا رفت تو دربار فرعون، موسی مونده شروع کرد یا علی و یا علی و هی شب و روزگار خوش.